سلام، سلام سلام، چقدر خوشحالم که خیلی میبینم حال خوبه بار قربانه. دیگر برم خدمت چرا من. نه بگیره؟ بگو. همونجوری که میدونین ما به تازگی یک انتشاراتی رو تو تهران راه اندازی کردیم به نام انتشارات نیو و خب دوستان زیادی هم لطف داشتن به ما کتاب دادن که باعث افتخارمون بوده، از جمله آقای مخبر و در واقع دختر عزیز دکتر حقشناس میلاد زکریا و دوستان دیگه، خدمت آقای فؤاد نظیری، و گفتیم که در کنار نشر کتاب توی فضای مجازی در واقع برای بزرگداشت‌ها هم گفتگوهایی داشته باشیم که برای تولد خانم دانشور مزاحم شما شدیم. دلیلش هم اینه که تا جایی که من به یاد دارم ایشون شما رو بسیار دوست می داشت و بعضی که یادتون هست. خب و فکر می کنم که بهترین کسی که میتونه درباره ایشون صحبت کنه شما این، چون که هم ایشون در ادبیات زنان نقش داشت، حالا هم در ادبیات کلا و به طور خصوص به طور بخصوص در ادبیات زنان، و شما هم به همچنین. حالا من دیگه زیاد پرگویی نمی کنم و ازتون خواهش می‌کنم که خودتون هر جور که مایلید تو. خیلی ممنون، مرسی عزیز. ببین، اینکه خانم دانشور به داستان نویسی زنها تو هویت اساسی داد توش حرفی نیست. توی زمانه بود که ما زن نویسنده نداشتیم، ما شهرزاد داشتیم در تاریخ و فرهنگمون که قصه گو بود و هزار یک شب رو هر کی بخونه شهرزاده میشناسه و شهرزاده ایرانیه، ولی یک نویسنده مدرن و معاصر نداشتیم. نویسنده‌ای که داستان بنویسه، داستان کوتاه و رمان یک چیزی هست که معاصره و از غرب اومد. بنابراین کسی که شروع کرد خانم دانشور، و این ارزش کارش رو 10 برابر میکنه، 100 برابر میکنه. برای اینکه شروع یک کاری همیشه سخت‌تره، با ترومات زیادی، موانع زیادی همراست. کما اینکه گفتن مثلا صحبشون که چاپ شد گفتن جلال آل احمد مثلا کمکش کرده، انگار یه آدم صغیر بی سوادی بوده، نمیدونستن که این خب خودش در خارج از کشور در آمریکا تحصیل کرده، ادبیات انگلیس خونده، برگشته سالها تو دانشگاه ادبیات درس داده و اصلا تفاوت دوتا نثر رو نمیدونستن. یعنی کسانی که این حرف رو میزدن کسانی هستن که اصلا زن رو قابل این نمیدونن که بتونه فکر کنه. براشون زن یک چیزی هستش که حوزه اختیاراتش تو آشپزخونه، تو رخت خواب و جارو به دست، بچه داری، که بچه داری هیچ کدوم از اینا هم اصلا برمیش، ولی حرفه اصلی هیچ کس نیست. به نظرم حرفه اصلی انسانه، برای تولید نسل، برای بقا، برای زنده موندن، برای که تر تمیز باشه، برای که ویروس نگیره، برای که از این چیزا. بنابراین ما هیچ وقت نباید یادمون بره که کی چه کار کرده. و من وقتی واقعا این کتاب رو خودم بهتر، یکی از زیباترین کتابهای رمانهای ایرانی است که به سبک رئالیستی نوشته شده، و من رئالیسم رو با کار خانم دانشور شناختم. مهمتر از همه اینا که در این حال مربوط میشه به این مسئله اینه که بسیاری از زنها استعداد داشتن، بسیاری از زنها نقاش بودن، چه میدونم شاعر بودن، چه میدونم چه بسا حتی شروع کردن به داستان نویسی، اما اتاق خوابشون و اتاق کارشون با هم مثل دو تا چیز سیاره در کهکشان ها به هم برخورد کرده و اتاق کار داغون شده. یعنی ببین، ما میخوام بگم این که حیات اتاق کار داشت، آرایشگر اتاق کار داشت، آرایشگر زن، این شغلایی بود که برای زن قابل قبول بود، جامعه اینو هست مثلا قبول داشت که یه زنی خیاط باشه. حالا
چند خیاطیش اینجا باشه اونجا بیان اندازه بگیرن برن، یه زنی آشپزی درس بده اونجوری، یه زنی گلدوزی درس بده، یه نمیدونم چه چیزایی دیگه میتونن خانم‌ها درس بده. در واقع برای زنان تعریف کرده بودند. آره یعنی اتاق کار نویسنده که بولف ازش، ویرجینیا بولف ازش حرف میزنه، این اگر مجبور بود که اگر اسیر اتاق خواب میشد، اسیر آشپزخونه میشد، اسیر او چیزا میشد، اونا وقت رو میبله، انسان رو میبله. یعنی یک واقعا آشپزی و خانه داری اینا کار تمام وقت، وقتی به اودش بگیری بعد ماهانه میشه که میری اداره و حقوق بگیری. الان یعنی اینجا این جهان، جهان غرب این اینجوری داره تعریف میکنه از این چیزا، مسئولیت صرف وقت اینجوری. آشپز دستمزد داره، نمیدونم خیاط دستمزد داره، هر کسی. بنابراین این اومد برای خودش اتاق کار درست کرد. یعنی ما اتاق کار نویسنده زن رو از اونجا داریم، یعنی جدا کرد کارش رو از زندگی خصوصیش جدا کرد. من مطمئنم اگر ای که میخواست، چون من دو سه تا دیدار خیلی خوب باش داشتم، یه باشم خودت با من بودی، بله، و اگه میخواست که اینا حواسش نباشه به کارش، محو میشد، به سادگی بلعیده میشد توسط اشیاء خونه. این اشیاء خونه رو ازشون استفاده کرد، اشیای اطراف جهان پیرامونش رو، و اووردش تو رمانشون. یعنی یک نفس دوباره، یک حلق دوباره از پیرامونش، از محیط پیرامونی. اگه یادتون باشه شما با من بودیم، ما رفتیم اونجا و این داشت خاطراتش رو آماده میکرد برای چاپ، که به من گفت نگاه مانی رو، من اینا رو حذف کردم چون دلم نمیخواد اینا چاپ بشه، که من خیلی چیز کردم اذیت شدم. و این گفت نه نگاه کن. گفتم چطور تو اینا رو هست کنی؟ گفت نه جوری پاکشون نمی کنم که اینا هست بشه، ولی الان جامعه اینو قبول نداره. یعنی من نمیتونم اینا رو رو کنم. سیمین خب مثلا بعد از انقلاب یه نظر دیدگاهی داشت که الان مورد قبول خیلی ها نیست. خب ما من نمیدونم راجع به اون واقعا چقدر میشه قضاوت کرد. یه داستان سیمین رو میشه به عنوان داستان نویس روش دربارش حرف بزنی، یا یه آدم سیاسی، یا یه آدم شیفته مذهبی. ببین چون ته ذهنیتش که نگاه میکنی، خب هم مادرانه عمل میکرد، نمیخواست دعوا باشه، نمیخواست جار جنجال، نمیخواست کسی کشته بشه، هم یه اعتقادات مذهبی داشت. و ولی مثلا صحبت هایی که راجع به همسرش، راجع به جلال عالمم به من گفت و بخشش هم شما بودید، اصلا اون اسطوره‌ای که تو ذهن ها بود از یک مرد کاریه که دنگش میگیره میره مثلا چه کار میکنه چه کار نمیکنه، این همچه اسطوره‌ای نبود. یعنی لحن صحبت کردناش لحنی بود که انگاری یه آدمی مزاحمش بوده. و من نمیتونم چون دوتاشون نیستن واقعا بیشتر از این حرف بزنم. اون روزها خاطراتم رو نوشتم، خاطراتم هم سر جاش هست. به عنوان یه آدم شیفته راستش اصلا راجب شوهرش، راجب جلال حرف نمیزن. البته واقعا آدم ها کنار هم خیلی زیاد بمونن خب فرسونده میشن، نمیدونم. بعد دوتا هنرمند کنار هم بمونن، دو تا هنرمندی که می نویسن و جامعه یکیشو به عنوان مرد به نویسنده قبول داره و جلوی یکی دیگه سوال میذاره که آیا شوهرت بهت کمک کرده، شوهر جونه؟ آره دستی یعنی... کنی بردش دیر سایه اون دیگه. آره ببین در صورت که واقعا به نظر من بعد از من الان بعد از این همه که میون مردم گشت و واگشت زدم و دوستان مرد دارم، دوستان زن دارم، اینا هنرمندن، خارجی هن، ایرانی هن، از کشورهای متفاوت هستن. من فکر میکنم که ظرفیت زنها برای قبول یک مرد موفق در زندگی خیلی بیشتر از ظرفیت یک مرد که بتونه در کنار یک زنی زندگی کنه که کار کنه، شهرت داشته باشه و صداش هم در نیاد. فکر میکنم اگه مردی موفقه
حتما باید بدونیم که یک زن اینجا ایده ها و آرزوهاش رو پروژکت کرده، یعنی فرافکنی کرده و کمک کرده که این مرد به یک نوایی برسه، به یه جایی برسه. مثلا من واقعا وقتی راجع به آیدا فکر میکنم، فکر میکنم این زن خودش به سادگی اگر در یک بستر مناسبی قرار میگرفت، صد تای شاملو رو حریف بود. تو نمیتونی، انگاری که شاملو همزاد نرینه آیدا هست، ازش نگهداری میکنه، که مثل یه گل ازش نگهداری میکنه که پروبال بگیره و بتونه رشد کنه و برسه به اونجایی که شاملو بود، بتونه حرفشو درست و زیبا و خیلی هنرمندانه بگه. به نظر من زنان بیشتر میتونن، صبوری بیشتری دارن، شاید برای که متقاعدشون کردن که تو باید فداکار باشی، تو نقش مادری داری، تو باید بیشتر از اون که بگیری در سرویس بدی، در خدمت این اون باشی، در خدمت هنر باشی. نگاه کن دیگه، ما الان مثلا خیلی از سرگذشت‌ها رو می‌بینیم که الان لو رفته، یارو نقاش بوده، زنه نقاشی میکرده به اسم شوهرشون، مثلا در قرن 17 و 18 بوده، کسی قبول نمیکرده، کسی جایزه نوبل گرفته، معلومه که اصلا اصل کارو زنه میکرده و از این، یعنی مجال نفس کشیدن و حرکت هستی بخشانه برای زن نبود. تعریف زن در یه تعریف محدودی بود. سیمین این تعریف رو شکست، این تعریف رو از بین برد. سوال گذاشت سیمین دانشور جلوه این تعریف، سوال گنده‌ای گذاشت. همون جور که به نظر من رابعه این کار رو کرد، و من این دوتا رو خیلی دوست دارم در ادبیات ایران، رابعه بنت کعب با اینکه هیچ شعری اونجوری ازش نمونده، خود زندگی شعره، و سیمین رو خیلی دوست دارم و به واقعا هر دوشون خیلی ازشون تاثیر گرفت. برها نویسندگان دیگه که اومدن، حتی اگر ما سیمین دانشور رو نکنده باشیم، همه آنهایی که بعدن آمدن روشونه این هستن، روشونه سیمین دانشور بایستادن، راه رو باز کرده، اجازه داده که برشون ما بوده و دیگران هم البته بودن. بعد از سیمین خانم مشید امیرشاهی، بعد خانم شهرنوش پارسی بود، بعد گلی ترقی، همه اینا اومدن و همه اینا نویسندگان قدر و خوبی هستن، هر کدوم در حوزه کاری خودشون، ولی نقش سیمین به نظر من نقش متفاوتی از همه ما. بعد به نظر شما تأثیر بقیه کتاب‌هاش هم به اندازه سوشون بود؟ یعنی چه از لحاظ وزن ادبی؟ من جزیره سرگردانی رو موقعی که داشت شروع چینی میشد، من تو خوارزمی کار میکردم و چیز مدیر خوارزمی اینو روچینی شده شو به من داد، من خوندم جلد اولش بود، اون منو راضی نکرد راستش و خیلی سوال داشتم راجع به کار، که این میگفت نه جلدای دیگری هم هست و از این حرفا، تا اونجایی که یادم، من یاد داشتم و نوشتم و اینا راجع به اون، حتی اون روزها، و میگفت که، گفتم این اون چیزو نداره، اون انسجام دقیق رو نداره، اون که از سر بی‌نیازی و با یک شعور هنرمندانه نشسته باشی یا اینو کار کرده باشی و از سر حوصله نوشته باشی. مثل این که یه جاهایش اصلا رو ماجرا پریده بود و تو میگم روشنی شده شو بودم و بعد این مثلا برام عجیب بود، وقتی مقایسه میکنم میبینم سوشون یک سر و گردن از کار دیگهش بهتره. البته داستان های کوتاهش قشنگه. خب درباره در واقع تأثیر خانم دانشور روی تأثیر در واقع ادبیش روی بقیه نویسندگان چه نظری دارید؟ آیا داشت همچین تأثیری یا فقط همون تأثیر پیش رو بودن؟ خانم دانشور چیدمان ادبی برای خانم دانشور خیلی مهمه، ستینگ داستانی. ببین
ستینگ داستانی که شامل زمان و مکان در یک داستان میشه در صوبشون مثل الماس میدرخشه و این یک آموزش غیر مستقیم برای کسانی بود که بعدها نویسنده شدن تا یک داستان رو بخونن و ببینن که مکان و تاریخ اتفاقی رخ دادن یک قصه چقدر میتونه توی یه داستانی برجسته باشه و چقدر میتونه حتی در حد یک کرکتر عمل کنه. خیلی به نظر من، مثلا من خودم، این برام خیلی شگفت انگیز بود که توی این دوره خاص و در شهر شیراز و در این مقطع تاریخی این داستان میگذره و با چه زیرکی و چقدر هنرمندانه به ما آموزش میده به عنوان یک نوع آموز که تو در این که میتونی نویسنده خوبی باشی، میتونی یک شاهد عادل هم باشی از ماجرایی که بر جان گذشته یا بر کشورت گذشته یا بر خودت گذشته. دقیقا. خب من به عنوان، خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم، به عنوان آخرین سوال فقط، از ادبیات روز ایران رو دنبال میکنید؟ زنان جوان نویسنده رو میبینید یا حتی مردان نویسنده جوان رو؟ راستش اطلاع چندانی ندارم، ولی دوست ایرانی هایی که اومدن این ورا، ایرانی هایی که آمدن این ورا و مکافات و بدبختی کشیدن، مهاجرایی که هر کدوم داستان ها دارن، اینا برخیشون همت کردن و نوشتن. خب یکی از تو اردوگاهی که تو استرالیا بوده نوشته، یکی از جریانات دهه 60 نوشته و خوبیش به اینه که بچه‌هایی که اینجا کار میکنن الان شروع میکنن کاراشون رو همون روزای اول برای ترجمه دادن و عرضه کردن به خواننده جهانی، که اینا هم، باز هم بگم، هم از زمان و مکان رویداد داستان رمان اطلاع پیدا میکنن مردم، حالا هنرمندان هم نوشته شده و حتما اخیرا شنیده دیگه، دو تا کتاب از استرالیا، یکیش که برنده خیلی از جایزه ها شد، گاردین خیلی باهاش مسابقه کرده، صحبت هم کرده و البته اون اصلا فکر میکنم به فارسی چاپ شده باشه، و یک کتاب خانم شکوفه آذره که من هنوز نخوندم ولی تو برنامه کتابخانه ما هست، برای اینکه برای سال بعد ما قبل از سال کتابایی رو که تو گروه کتابخانیمون هست اعلام میکنیم بین گروه بچه ها میخونن، به مرور کتاب خونده میشه. کتاب خانم شکوفه آذر و کتاب بهروز بوچانی، این دوتا تو برنامه ماست و اضافه دیگه واقعا نه دیگه، من کتابی به دستم نرسیده که بهتون بگم، که یعنی صادقانه بهتون بگم بیشتر روی زبان انگلیسی این روزا دارم کتاب میخونم تا فارسی، ولی خودم فارسی نمیسم. آره دیگه، خودتون که فارسی نمیسید و البته خب مدتی کتابتون به ما نمیرسه، ولی نه، من کتابمو تو آمازون گذاشتم برای که هر کس، ایرانیات حدود 10 میلیون بیرون از چیز هم دیگه، کارت اعتباری هم دارن، هر کی بخواد بخره. اونایی که خودم یعنی نشر قصه چاپ میکرد، من اونا رو شروع کردم چاپ کردن و توی صفحه آمازون من هست کتاب جدید، عاشقان عددی، شبهای شورانگیز، یادداشت های زن جیوهی که این خاطراته، و آوازخان دورگرد و کشتی شکستگانی، یک رمان، دو تا مجموعه داستان، یک شعر و یک خاطرات رو از وقتی اومدم جدید اینجا چاپ کردم. خب که بعد خوردیم به این مسئله که کیندل اومد کریئیتر اسپیس رو گرفت و با آمازون شریک شد، در نتیجه از الفبای فارسی دیگه حمایت نمی کنه. حالا نمیدونم به خاطر این تحریمات یا چیزی چاپ کتابای ما متوقف شد.
کتاب فارسی متوقف شده در آمازون، ولی اون صفحه هست، کتاب قبلی هست، هر کس خواست میتونه بره بخره و بسونه. اما اهل غرق و شبهای شورانگیز، This Crazy Nights and the Drone، این دوتا رو به انگلیسی هم من تو همون صفحه چاپ کردم که برنامه سفر داشتم، رفتم استنفورد و پنسیلوانیا و ساکرامنتو اینا که با این کرونا این برنامه و البته دلم میخواد واقعا بیشتر خبر داشته باشم از داخل کشور که چه کتابی چاپ میشه و بدم بچه ها بخونن، ولی الان حتی پستم درست دیگه کار نمی کنم. آره این جوریه دیگه، بعد این رو هم مثل بقیه باید ازش گذر کنیم دیگه. نمیشه، آره، ولی به هر حال امیدوارم تغییر کنه. امیدوارم تغییر کنه، چون نمیشه، یعنی این موانع به ضرر انسانه، به ضرر بشره، و هر چی گستره کارهای فرهنگی بیشتر باشه جامعه سالمتر میمونه، و هر چی چند صدایی باشه بهتره. صدای غالب ممکنه بیشتر وقتا اشتباه کنه، و وقتی اشتباه کرد، وقتی صدای غالب باشه، یعنی جمع کردنش خیلی سخت. ولی جالبه دیگه، حالا ببینیم که این از این کرونا ما چجوری میره بیرون. انشالله به سلامت همه. آره امیدوارم. قربانم برم. مرسی، خیلی ممنون. بسه باشی خیلی ممنون. خدا حافظ. خدا حافظ.